ستاد تروریستی امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت امر به فضولی و نهی از زندگی و البته ما این جماعت رو دعوت کردیم به امر به آراستگی و نهی از شلختگی این جنبش باید را بیفته از آقاین مذهبی از زنان هرزگ چادری مدافع هجاب اجباری خواهش میکنم دعوت منو بپذیرن به امر به آراستگی و نهی از شلختگی این تیپ های شلخته شما و این عدم آراستگی شما بعد رو و اعصاب و روان ما حتما اگه یه زمانی قدرت دست ما باشه آدمتون میکنیم آدمتون میکنیم مجبورتون میکنیم دست و رو میگیریم و مجبورتون میکنیم به خودتون اتکلون بزنید مجبورتون میکنیم پیرهنهاتون رو زیر شلوار کنید اگه پیرهن رسمی پوشید، روی پیرهنهاتون کت بپوشید مجبورتون میکنیم ریشاتون رو آنکات بکنیم آقایین این مذهبی مجبورتون میکنیم مثل بچه آدم موهاتون رو درست خواهی. نه که اینقدر کوتاه باشه فقط هم یه وری باشه با اون قیافه های قز میزدتون مجبورتون میکنیم همون برید امر به رفتن همام امر به آراستگی و نهی از شلختگی اوکی. دوستان خبر بدی دارم ستاد امر به معروف در این روزها این اولا اخبارشونه حالا خبر اصلیش میرسیم این اخبارشونه که این هاشمی گلپایگانی هم اونجا خبری که میخوام امروز براتون بسازم و بگم که چه خبره من خبر رو نمیسازم و برنامه رو بسازم یعنی خبر اینه فراخان ملی جذب سرباز امریه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر اما اخبار دیگه هم یه نگاه خیلی سطحی بکنیم ستاد امر به معروف پیگیر مطالبات مردم درباره احیای زاینده رود شد چه عجب. این خوبه آقا کار خوب کردن دست بزنیم دیگه چه عجب برای خالی نبودن عریضه یه چیزی بالاخره بیان کردید بعد حالا مورد بعدی اعلام آمادگی ستاد امر به معروف برای پیگیری مطالبات قانونی مردم مطالبات قانونی مردم یعنی همین مطالباتی که الان بس نشینی میکنن مدیران برای اشاره فرهنگ افاف و هجاب برنامه دقیقی داشته باشن آه. تلاش داده میکنه که برای اشاعه فرهنگ افاف و هجاب یعنی شلختگی این فرهنگ اصلا افاف و این حالا افاف اینه که در هم میگن ما وقیتر از زنان چادری نداریم دیدید که با اون حسین میرزایی داشت چجوری صحبت میکرد اون زن چادریه میگو آی چرا این مردم هجاب ندارن من میخوام پالشون کنم جمع کنید این در حقیقت فرهنگ اشاعه شلختگی است هجاب یعنی شلختگی ما اینو باید جا بندسیم. میگه رصد و اصلاح برنامه آموزشی مدارس از مهمترین اقدامات پژوهشی ستاد ضرورت تشکیل وزارتخانه جهت سازماندهی خانواده و نسل جوان علت حجمه دشمن به بنیان خانواده نه دشمن به بنیان خانواده دشمن چیه مردم ایران بعدشون میاد از حجاب چه مصادره به مطلوب واسه خودشون چی می نویسن کار امر به معروف برای سازماندهی اعتراضات و تجمعات مردمی یعنی تجمعات مردمی همون ده میلیون دگری زیادی خواهد این خبراش خبر بدی دارم براتون فارغ از اینکه خبر بعد همین فراخوان ملی جذب سرباز امری است خبر بدتر اینه که نمایندگان مجلس اینو بذارید بعدش بگم بریم خبر اول رو ببینیم چی داره میگه خبر اولینه این که میخوام براتون بگم که اصل داستان برنامه امروز میگه فراخان ملی جذب سرباز امریه در ستاد امر به فضولی و نهی از زندگی میگه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به و نهی از منکر این ستاد با هدف بهره از دانش آموختگان دانش آموختگان دانشگاهی در سراسر کشور جهت همکاری با ستادهای استانی و ستاد مرکز اقدام به جذب سرباز امریه در رشته های زیر زیر مجموعه علوم انسانی و علوم کامپیوتر حداقل با مدرک کارشناسی می نماید دقت کنید بودجه گرفتن بودجه هم حالا خودشون میگن 18 میلیارد تومن 18 میلیارد تومن بودجه دارن به این ستاد که بره فوزولی کنه تو زندگی حالا میخواد سرباز بگیرن میگه شرایط جذب و بکارگیری اعتقال و التزام به مبانی دین اسلام <سطور> شیه الان زیاد بتونم ده میلیون دگری آنچنان مردم اعتقادی داری ندارن. دیگه ندارن نگه عدم این اسلامتون خودتون نابود کردی خدا رو شاک از این نظر یه بالاخره دست این اسلام اهریمنی هم رو شد دیگه نگه ادم سابقه خدمت قبلی و مهر مهر قیبت در برگ اعزام میگه عدم سابقه خدمت قبلی و مهر میگم مهر میگم من چه داغونم اینقدر برنامه اجرا کردم و مهر غیبت در برگ اعزام سه دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های زیر مجموعی علوم انسانی و علوم رایانه چهار داشتن حداقل شش ماه سابقه فعالیت در بسیج آه این بسیج خیلی مهمه این اون موقع به ما میگفتن دیگه برید عضو بسیج بشید از سربازیتون کم میشه و یا و یا شیه اینجا افتاده زیر اون در بسیج عادی یا فعال و یا وابستگان به خانواده شهدا جانبازان، ایثارگران و حافظین قرآن، قاریان برتر و نخبگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ببین وقتی ما میگیم شو فرقه اید میگه حالا خودت اگر تو بسیج نبودی مهم نیست بابات تو بسیجه داداشت تو بسیجه بیاد اینجا رانت داداشت داشته باش رانت بابات داشته باش ببین یعنی سیستمی دارن رانت انجام میدن سیستمی آغازدگی دارن میکنن اینا مشکلات مملکت اینجاست حتی تو استخدام این که کسی بره سربازی بشه که اونم سرباز امریه یه ستاد امر معروف که فقط فوش خارمادر از مردم بخواد بخره ولی همچین کاری هم پارتی بازی میکنن پارتی بازی سازماندهی شده نگاه کن داشتن حداقل شش مسابقه فعالیت در بسیج عادی یا فعال و یا وابستگان به خانواده شهدا بیاید رانت دارید جانبازان ایثارگران حافظین قرآن حالا یارو بره حفظ کنه اونجوری با اون صدای قاری صدای عشق آقای سعید توسی که پایین کل مسلمین عزیز ما رو حک کرده بچه نفرستید کلاس قرآن جدی میگم بهتون به خدا بچه معصوم گناه داره نفرستید تو بچه که برای چی میفرستید کلاس قرآن قاری قرآن بهش یه چیزایی را درشون بده مثلا مرغ مینایی که حرف کلاقی که حرف میزنه ببره حالا بکنم اصلا قاری قرآنی است که با صوت بلده بخونه که ای آیشه ای هفته حواستون باشه پیامبر منازیات کنید زنهای خوشکل تری براش میگه و این هم میاد با صوت میکنه ای آیشه ای هفته امید است که اگر پیامبر شما را طلاق در آیه سوره تحریم را دارم براتون بکنم اگر شما را طلاق زنان بهتری براش میگیری حالا من سلام خوب نیست اونایی که صداشون خوبه بعدم بیام بخونم بریم شماره پنج عدم ایتیال و عدم سابقه محکومیت کیفری داشتن سلامت جسمی و روحی حالا داشتن جسمیش مشکل نیست ولی علاد روحی کلا کسی که باور داره به کتاب هیچ نه فکر داره سلامت باشه سلامت روان همه تون جمعیان خار مادرشون آوردم جلوی چشاشونا البته همین قهرس میخورن داشتن حسن شهرت و سابقه از نظر اعتقادات تعهد صداقت امانتداری و غیره حالا بعد چیکار بکنید یعنی برید تو محله بپرسید که ایشون شهرت به سابقه از نظر اعتقادات تعهد صداقت و امانتداری داره یا نه عجب فاصله زمانی حداقل 35 روز تا تاریخ اعزام تا هم میخوان بکنن تخصص های مورد نیاز شامل امور اداری، مالی، پشتیبانی، روابط عمومی، فناوری اطلاعات، امور فرهنگی و پژوهش. متقاضیان در صورت تمایل نسبت به ارسال فلان و فلان این میشه فلان میشه. خب این میخوان الان ستاد تروریستی امر به معروف که ما البته شکایتی هم در اسپانیا ازشون ارائه دادیم به که کار تروریستی میخوان علیه من بکنن اعلام کرد سخنگوی ستاد تروریستی و یکی دو نفرم اعلام کردن که ما با این ستاد برای ترور کار کنیم که اسامی اینا هم داده شد و با جاها و بخشای امنیتی در اسپانیا و شرکت حقوقی انجام شد اما نکته بعدی اینه که گفتم بهتون میخوام نمایندگان مجلس حرفم و خوردم نگفتم دیدارهای گسترده نمایندگان مجلس با آقای حاشمی گلپایگانی برای اینکه طرح افاف و هجاب و چجوری بخوان پیاده کنن یک بخشهایی از مفاد این طرح افاف و هجاب بیرون اومده من داشتم نگاه میکردم دو بخش سه بخشش جالبه مثلا ماده 180 این طرح افاف و هجاب عدم رعایت موازین افاف و هجاب توسط صاحبان هفت سنوف و متصدیان اماکن عمومی قبل فروشگاه و سینما ورزشگاه کارکنان آنان موجب محکومیت به یکی از مجازات های اجتماعی درجه هفت است عدم این یعنی میگه این نظارت هم نکنید شما محکومی انا نظارت وزارت مدیران حرف واسهتون اماکن مذکور نسبت به رعایت افاق و حجاب توسط کارکنان خود حالا میگه آقا اگه شما مسئولی مدیری هستی در جای حالا کارکن شما کارکنانتون زیر دستاتون بی اجابی دارن میکنن نرمال دارن کار میکنن خود تخلف محسوب و موجب صدور قبض جریمه توسط اداره نظارت بر اماکن مرجع انتظامی برای مرتبه اول به مبلغ 20 میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ 50 میلیون ریاله پول باید بدی اگه هجاب نمیم پول بدیم ما ده دیگه چنانچه هر یک از مسئولان و مدیران موضوع مواد یک این یا دو این قانون از اجرای وظیفه خود در حوزه افاف و هجاب ابتنا کنن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یعنی شما رو چی میکنیم؟ تون کنار از خدمات دولتی و عمومی درجه شش و در صورت تقصیر مرتکب در انجام وظایف خود به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم می شوند ماده مادی 178 هم جالبه با 179 بعد اینو اول می خوندم اشتباه شد میگه زنانی که بدون هجاب در انظار عمومی ظاهر شوند مرجع قضایی طبق ماده 80 قانون آین دادرسی کیفری مصوبه 1392 اقدام می نوید. چنانچه چه از دادن التزام در مرجع قضایی ابتنا کنند با یا پس از دادن التزام دوباره مرتکب رفتار مسکور شود به یکی از مجازات های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می علاوه بر مجازات مسکور وی را به شرکت در دورای تربیتی اخلاقی و مذهبی به مدت یک یا تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید عجب داستانی داریم با این جماعت وحشی هر شخصی در فضای واقعی یا مجازی به هر طریقی مبادرت به تبلیغ بی حجابی کند به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود این دوست هم من نمیخوام بغیش بخونم اگه مردم تو خیابون نتونن حقشون از اینا بگیرن مجازات درجه هفت و درجه 6 میشه مجازات درجه یک اینا هی میان جلو نظام به هیچ عنوان تمام کسانی که دارن بهتون میگن آ این حکومت میخواد پشت پرده حل کنه نشانه ای ما نمیبینیم حالا هر کی میخواد چه مزخرف میگه تعارف هم نداریم نشانه ها رو ما نمیبینیم نظام چه جوری میخواد قضیه رو بیخیال خیال شه در حالی که داره ستاد امر معروف الان موقعیت گرفتن سرباز برای خودش متصوره و فرم سربازگیری داره میکنه ستاد تروریستی امر معروف کشور من به آقای نظامم بگم کشورتون قشنگ به خاک میده همینه یک تنه یعنی شما از همین ستاد امر به معروف و از همین پافشاری رو حجاب ببین چه خار مادری اول از همه از خودتون دوم از همه متاسفانه از ایران اهوره اون بخش ایرانش برای ما مهمه ولی خب شما دیگه تصمیمتون گرفتید که ایران رو نابود کنید برای همین ما جریان سوم بر خودمون آماده کنیم در صورت برانداز شدن این نظام باید هم خودمون رو بذاریم برای محافظت از آثار باستانی زیرساخت های مملکت عدم اعدام نظامی ها تا جایی که میشه ما بعد اینجا کنیم که سرمایه انسانی و سرمایه کشور ما توسط بیگانه در در حقیقت هر و مرج یک انقلاب دیگر تا جایی که میشه ضربه کمتری بخوریم و این سرمایه اجتماعی سرمایه کشورمون رو از دست ندیم زیر ها، جاده ها آثار باستانی این محافل فرهنگی خیلی از مسائلی که وجود داره و حتی نیروهای انسانی دانشمندان هستی حالا اینا رو باید برنامه کنیم جمع میکنم برنامه خواهم کرد و بیشتر صحبت میکنیم عاشقتونم پاینده ایران و بدرود